حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین یا حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین ای یاد مشکل گشاد بر همه حالم مهم ای یاد مشکل گشاد بر همه حالم مهم مشکلی پایم هنو جابه بکنم یا حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین یا حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین یا حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین سالها بردم که از حتمت گذارم یا حسین سالها بردم که از حتمت گذارم یا حسین این زمان من نطر تو امید و آرم یا حسین یا حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین تشنگان در انتظار آب و مندم پیش آن تشنگان در انتظار آب و مندم پیش تشنگان در انتظار آب و مندم بسم الله الرحمن الرحیم اینجا مرکز ایران اسلامی مسجد و امشب شب عاشورای حسینیه مردم عزاداری میکنن اینجا مجلس مهدیه هست مجلس شب عاشورا هست این شب تو شب عاشورای حسینی هست که دور هم جمع شدن و در مراسم خاصی رو داشتیم با قرائت قرآن زیارت آشورا سخنرانی و مداحی مداحان همراه اینجا تورنتو کانادا اسکاربورو هستیم نهجه ایرانیان خودمون نهجه سیدیم خیلی خوشحالیم به امروز اومدن اینجا Thank you.
قوت سینجام وجود داره یک سنای خاصی به مراسم بوده و انسان اون تنهایی های خودش رو با لحظه های این مراسم گیری میکنه و خودش رو در یه حال هوای خاص میشه. چیزی کم از اون طرف نداره علمه ایرانه بعد که بیاد گرد کرد چون اشکامی دونه همین ایام نه همه مستقبه و همه مسلمانه و خلصه تا بیاد همه کمک را همه میدونه که خدا همه خودش رو از دست دستان مجلس گرم محمد پسند دکتر اونجا داشته و حالا کچی که همونجا بنده حضوری مراکز اینجا از دقیق ما چهار مرکز اسلامی ایرانی داریم و شیعه حالا غیر از مراکز اینجا هم که هست پاکستانی آدم یاد دارن و جمعیتی کنیم شهرهای عرض و دهی محرم دهی اول محرم خیلی جمعیت زیادی بزرگ پیدا میکنن و به خود جمع بسیار صمیمی و عاشقی هستند که فاهم مجالس میشن. أهل البيت عليهم السلام were those individuals who were visionaries. They had visions. Many societies have visionaries. And those visionaries, they give them a lot of respect. They celebrate their birth and their death. For example, in America, they had a visionary by the name of Martin Luther King. Junior. He was a visionary. He gave a speech that a lot of people have studied one day, which is the very famous I Have a Dream speech, in which he envisioned a lot of things in the future that will take place in America as a result of hard work of individuals. In other countries, like in India, for example, they have visionaries like Gandhi, who stood up and said that I will fight for a free India. Without raising a single weapon. And indeed, he had the vision and he accomplished it. Our Ahlul Bayt alayhim as-salam were also visionaries. They had the visions. For time, not their time only, for centuries to come, for generations in the future. Imam Hussein alayhi as-salam was a visionary. His thought and ideas were not only limited to his time only. He wanted his message to be understood by generations to come, and not by Muslims only, by humanity. That's why he utilized the media very well of his days. And the media of his days was Zainab alayhi salam, the woman and the children. That was the media in those days. And he used them very effectively and eloquently. یه نانجیمی پشت نخلی کمی کرده بود ناگهان دست راست عباس از بدن جدا کرد ولی نامید نشد برام شد آمدان اللهم قطعت يميني اني احامي ابدا من ديني يا نبي الرجل تعرف دست چپ رو هم داد هنوز امید دارم
مشرو بر دندان گرفته یه تیری اومد ناگهان خود به چشم مبارم کنیش اما هنوز امید داره دو دست و یک چشم برای یک نشی آی ناگهان تیری به مشک سادت کرد یه دفعه دیگر عباس وسط میدان ایستاد دیگر جلوتر میره ای عباس. همه ماها که اینجا هستیم به نوعی احساس میکنیم که در خانواده خودمون داریم زندگی میکنیم، کنار افراد خانواده خودمون هستیم و هر چیزی رو ممکنه اینجا از دست بدیم، ولی اصل جمعه رو از دست نمیدیم که بیایم و دور هم جمع بشیم. بچه ها اینجا خانواده ها با بچه ها شدیم و بچه ها به خصوص خیلی علاقه مندن در این جمع حضور پیدا میکنن و برای واقعا اصل جمعه که دور هم جمع بشن و دوستانشون رو ببینن ساعت شماری میکنن. بزرگترها هم همینجور اینجا برحال قربتی که وجود داره که این جمع هایی که ایجاد میشه مردم خودشون رو پیدا میکنن با مسائل دینیشون، هرچی بیشتر آشنایی پیدا میکنن و به هر حال این جمعیه که مسئولین اینجا دارن تلاش میکنن که فرهنگ اسلامی رو ارتقا بدن و برای جوانان و نوجوانان و فرزندان بتونیم مرکزی رو داشته باشیم که اینها بتونن آینده خودشون رو به عنوان یه سرمایه گذاری آینده دینی خودشون رو بسازن. یا ابن الحسن دست ما گیر، دست ما گیر که بیچارگی از حد بگذشت آقا جان، شرمساری مخجالت زده از غفلت خیش. حالا اگه با من هم عقیده ای، اگه امشب آقا رو میخوای صدا بزنی با من هم نباش. ای ابن الحسن، ابن حسن، ابن حسن، بازم بگو ابن حسن. ای که خاک قدمت سرمه چشم تر من، زبان حال آقا ابوالفضل، خطاب آقا امام حسین مولای من. ای که خاک قدمت سرمه چشم تر من، کن خلاص از غم هجرت دل غم پرور من. پدرت از نجف آمد تو هم از خیمه بیار، پدرت از نجف آمد تو هم از خیمه بیار. قدمی ای بای بای خجالت زده آقا، مشک پاره مشک پاره بده زینب که مدینه ببرد. چرا مشک پاره بده زینب که مدینه ببرد، تا شبت با خبر از
خجلت من مادر من ای بای ای بای اون لحظات چی گذشت. امام حسین حرکت کرد، با سرعت خودش را رسان به بدن پاره پاره و مطهر ابوالفضل العباس که نه دو دست در بدن داشت، نه چشم او سالم مونده بود، نه فرق سر او سالم. این بدن را روی دست گرفت، خون از چشمه های ابوالفضل پاک کرد. آیا وصیتی داری برادرم ابوالفضل؟ عرض کرد بله، وصیتم این است تا من زنده ام مرا به خیمه ها نبر، چرا که از روی طفلانت خجالت دارم. عباس عمو جانم من آب نمی خواهم، صفای شهیدانم من آب نمی خواهم. جواب عباس عمو جانم من آب نمی خواهم، عباس عمو جانم من آب نمی خواهم، صفای شهیدانم من آب نمی خواهم. آب از تو طلب کردم، آب از تو طلب کردم، سودای عجب کردم از گفت پشیمانم من آب نمی خواهم. عباس عمو جانم، عباس عمو جانم من آب نمی خواهم، من آب نمی خواهم، من آب نمیخوام، زیر آب نمیخوام، آب از تو طلب کردم، آب از تو طلب کردم، سودای عجب کردم از قبط پشیمانم من آب نمیخوام. عباس عمو جانم، عباس عمو جانم من آب نمیخوام، من آب نمیخوام. پیام عاشورا به نظر من مثل پیام قدیم میمونه، همون جوری که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمودن که سینه به سینه، بزرگ به کوچک، حاضر به غایب، به اطلاع همه برسونی. عاشورا هم همینه، باید سینه به سینه بره، از پدر بزرگان اومده، باید بره تا هر جا که تا قیام قیامت. اگر این کار نکنیم به نظر من در اون دنیا مسئول هستیم که چرا سینه به سینه نگذاشت این پیام بره برسه تا زنده باشه این شیعه و اسلام و امام حسین. بعد اهمیت اون مسئله بزرگ هستش که مردم همه سعی دارن که به نسل‌های آینده این پیام رو برسونن و بتونن بچه هاشون رو امام حسینی بار بیارن و اسلام رو تا قیام قیامت پایان بگیرن. پیام عاشورا عقیده بنده این هستش که موقعی که یک سری مورد حمله قرار میگیرن و مظلوم واقع میشن، میتونن از خودشون دفاع بکنن و حتی اگر نفراتشون کم باشه، همونطور که عبدالله حسین با 72 از یارای خوبش تونست در مقابل یزید و یزیدیان بیسته و این پیام تا دنیا دنیاست بر جا خواهد بود. پیام امام حسین زنده نگه داشتن اسلام، راستی، حقیقت، درستی و آزادی بود. به خاطر همین هدف کلیه ائمه بعد از اون پیروان و قهرمان همه تا الان وایسادن و وایسیدن ان شاء الله پیش خواهیم برد. همین کسانی که شیعه هستن مسلمان هستن میدونن، حتی غیر مسلمان ها میدونن که پیام امام حسین به پیامی بوده که به خاطر زنده نگه داشتن دین انجام شده و رسالت ایشون این بوده که این دین رو نسل به نسل با خون خودشون به پیش ببرن و به همین ترتیب بوده خون امام حسین در روزها و ماهها و سالها جاری بوده و بعد از 1400 سال هنوز میبینید که این خونش و جوشش هرچی بیشتر و بهتر هر سال داره برگزار میشه. در کجا؟ در کانادا، دورترین نقاط دنیا در این مجالس برگزار میشه. این حقانیت امام حسین رو در طول تاریخ میرسه. حسین 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 ح